حالا اگه بخوام یکی از قسمت دردناک و سخت تجربم رو هم بگم، یه پیرمرد بقالی سر کوچه ما بود که از ناحیه گردن معلول بود. یعنی گردن این بنده خدا همیشه اینجوری کج بود. شما چند ساله بودیم؟ شاید 8 سال، شاید 9 سال. به قول معروف ممیز بودین، یعنی بعد خوب رو تشخیص میدادی. آره، اون پیرمرد الان به رحمت خدا رفته، امیدوارم که روحش قرین رحمت باشه. من چند بار به اتفاق دوستم از اون بقالی پفک برداشتم، یا حالا به اصطلاح دزدیدم. هر دونه از اون پفک هایی که دزدیده بودم و میخوردم در عالم شیطنت بچگیام، وقتی از گلوم میرفت پایین، اگه بخوام تشبیه بکنم، مثل این اونه که یه گلوی خیلی زیبا مثل دانه های انار رو شما در نظر بگیرید، هر سلولی با نظم و ترتیب، با زیبایی خاص، با اون قرمزی زیبای انار مرتب یه جایی هست، اینجا هست انگار که هر دونه از اون پفک هایی که وارد دهانم میشد و از این قسمت میخواست بره پایین، تمام اون نظم و انضباط رو به هم میزد، تمام اون زیبایی ها رو به هم میریخ. هر دونه انار متلاشی میشد و انگار اعضای این قسمت دیگه دوست نداشتن به کارشون ادامه بدن، دوست نداشتن اون دیسیپلین و نظمی که خداوند خلق کرده رو و وظیفه‌شون بود انجام بدن و همه‌شون حس فرار داشتن. یه جورایی، یا بخوام یه جور دیگه مثال بزنم براتون، تصور کنید هر دونه از این پفک‌ها که میرفت پایین، مثل این بود که شما اگه بدن منو تشبیه بکنید به یک کشتی خیلی بزرگ، که یک موتورخونه خیلی مدرن و پیشرفت و امروزی داشته باشه، هر دونه از اون پفک ها که میرفت پایین، یک حس چندش، یک حس حال به همزن، یک حس اوق زدن، یک حس فوق العاده چندش به وجود می اومد و انگار خودم با دستای خودم یک میلگرد، یک میله و هر چیز آشغالی داخل چرخ دنده اون کشتی می کردم و تمام ساختار اون کشتی از هم می پاشید، تمام موتورخونه کشتی رو انگار به هم می زدم و تمام نظم و انضباط و تمام سلول های بدنم با خوردن یک پفکی که از اون راه وارد بدنم شده بود به هم می ریخت. انقدر حس و حال خودم از خودم بد بود، انقدر از خودم متنفر بودم که دوست داشتم هزاران کیلومتر از اون واقعه دور باشم و هرگز نبینمش. سوره آل عمران آیه ای هست که می فرماید و آنگاه که انسان همه کارهای نیک و بد خود را در محضر خود حاضر می بیند، آرزو می کند کاش از کارهای بد خود در فاصله بسیار دوری قرار می گرفت. در پایان همین آیه می فرماید که خداوند شما را از خودتان می ترساند و الا خداوند با بندگان رؤوف و مهربان است. خداوند در پی عذاب و کینه کشی نیست، خداوند شما را از خودتان میترساند. و یحذرکم الله نفسه و الله رؤوف بالعباد. نفسی تازه کنیم و برگردیم.
عاقبت این پفکی که دزدیده و خورده شده بود؟ یه حس و حال خیلی بد و ناجور و چندش و حال به همزنی درون کل بدن من به وجود اومد که با دیدن اون تصاویر حالم از خودم به هم میخورد. تو همون حینها بود که از اون مغازه‌دار هم چیزی رو مشاهده کردیم. اون مغازه‌دار رو من توی اون دنیا دیدم که از دنیا رفته بود. تو همین حینها بود که با دیدن روح اون مغازه‌دار که از دنیا رفته بود اونگاه که من اونجا وایستاده بودم اونم جانان وایستاده بود. هرچی حال بد داشتش دادم به من. دقیقا فرض کنید به فاصله 3 متری من وایستاده بود روح اون بنده خدا. اصطلاح هرچی که اوصاف بد و گناه داشت رو همه رو میدادن به من و هرچی که تا حالا زیبایی به من داده بودن رو تقدیم اون میکرد. روند انقدر تکرار میشد تا چهره ناراحت اون پیرمرد تبدیل به یک چهره شاد بشه، تبدیل به یک چهره خندون بشه. تو همین حال هوا که بودم غیر از خودم و روح درگذشته اون پیرمردی که جلوی من بود چندین روح درگذشته دیگه می دیدم. هر کسی تو حال خودش بود. هیچ کسی